انشالله که مسئله کرونا به این زودی حل بشه و همین جوری که در رفتن به انواع کشورها به آسانی به روی مردم باز از ایران و حتی کشورهایی که هممون میدونیم بعضی از شهراش مرکز فساده، بله، ولی بازه. این در هم به روی شیعه، این در رحمت خدا باز بشه و ما همین اخبار دیروز رو داشتیم که در نجف 2 نفر کرونا داشتن و در کربلا 1 مورد هم گزارش بهداشتی نشد و ملاحظه میکنید بیش از شاید 2 میلیون، بله، 3 میلیون. رئیس روابط عمومی بین الحرمین اومده غروب تو استدیو گفت بیش از 3 میلیون زائر اومده، بیش از 3 میلیون. و عجیبه که هیچکی هم با این تراکم ماسک نداره، بله. و مثل اینکه مردم یقین دارن حرم علی عبدالله حرم امن خداست و ویروس کرونا راه به این منطقه نداره. آقا مصطفی، بین الحرمین رو نشون بدید حتما که حضرت استادی مطلبی که فرمودن زنده الان تصاویر مستقیم داره پخش میشه. شما حضرت استاد به عنوان تکلیف شرعی که من میدونم این دغدغه‌ای که دارید این مطلب رو فرمودید و ما هم واقعا من تا الان مراعات میکردیم توش کدوم برنامه زنده نگفتیم، اما خیلی حرصمون در اومده. داریم میبینیم کشورهای دیگه بلیط زیر مثلا 1 تومن 2 تومن، اینجا که میشه 15 میلیون 14 میلیون و بستن، و هر روزم یه اطلاعیه میاد که بدون ویزا با ویزا محدود. آخه چه کاری آخه؟ ولی اشتباه، باید بذارن مردم بیان اینجا برای ایران دعا کنن، اینجا دعا مستجابه، برای ملت دعا کنن، برای افراد دعا کنن، برای اموات دعا بکنن، برای مرد و زن دعا کنن. اینجا واقعا حرم امن خداست. انشالله به زودی زود این اتفاق بیفته و اونهایی که در رأس این تصمیم هستن واقعا یه ذره به خودشون بیاد. خیلی چیز شفاف، این که مثلا الان دارن میبینن و میگن که نه اینجوری نیست، آدم هرسش در میاد. ای کاش امشب 2-3 تا نمایند